خانه امن، رابطه مهم باورها و احساسات. پرسش: ارتباط روانشناسی و فلسفه چیست؟ پاسخ: در دوره‌های خودشناسی تشبیهی به نام خانه امن یا خانه راحت داریم، بدین معنی که روان خودمان را به یک خانه تشبیه می‌کنیم. هر خانه از دو بخش اصلی تشکیل شده است: فونداسیون یا زیربنا که ریشه در زمین دارد و معمولاً از دید ما پنهان است، و روبنای خانه که همون بخشی است که دیده می شود و البته ما در آن زندگی می کنیم. اگر ما در خانه زندگی کنیم که زیربنای سست و ناامنی داشته باشد، در آن خانه احساس ناامنی و ناراحتی خواهیم داشت. و اگر در خانه زندگی کنیم که زیربنای محکم و مطمئنی داشته باشد، در آن با آسودگی و اطمینان به سر خواهیم برد. فونداسیون روان ما آگاهی و دانش ماست که با فلسفه زندگی و هوشیاران زیستن مرتبط است، و روبنای خانه احساسات، عواطف، حالات و رفتارهای ماست. رابطه بین باورها و احساسات ما همان رابطه میان فلسفه و روانشناسی است. برای اینکه یک روحیه شاد و آرام داشته باشیم، باید گستره آگاهی خود را افزایش دهیم و از نظر فکری به استقلال برسیم. از جمله اینکه باید خودمان معنای زندگی را برای خودمان روشن کنیم. خود ما ارزش خودمان را تعیین کنیم و جایگاه خود را در جامعه و جهان مشخص کنیم. به طور مستقل تعیین کنیم که ما که هستیم و برای چه زندگی میکنیم. طرز فکر و رفتارمان از چه اصول آگاهانه یا ناآگاهانه ای فرمان میبرد. و اینکه به راستی در زندگی چه چیز خوب و چه چیز بد است. لازم است همه این موارد را به طور مستقل، هوشمندانه و به دور از تقلید و تلقین برای خودمان روشن کنیم. در این صورت، چون زیربنای وجود ما محکم است، احساسات و عواطفمان هم در آرامش و امنیت خواهد بود. بدین ترتیب احساس آرامش و خود ارزشمندی خواهیم داشت و از اضطراب، نگرانی و افسردگی که همگی نتیجه گم کردن خیش و گم کردن معنای زندگی است، رها می شویم. البته باید توجه داشت که وقتی می گوییم ما می خواهیم باورهای مستقل داشته باشیم، می خواهیم خودمان بیاندیشیم و خودمان تصمیم بگیریم، معنایش این نیست که ما به حرف دیگران توجهی نمی کنیم، چیزی را از کسی نمی شنویم یا مطلبی را نمی خوانیم. مستقل بودن به معنای خودسر بودن و خود رأی عمل کردن نیست. ما با دیگران مشورت می کنیم، سخن همه را می شنویم، کتاب می خوانیم، فیلم می بینیم و در هر زمینه ای از دیدگاه ها و یافته های دیگران استفاده می کنیم. با دیگران مشورت و گفتگو می کنیم و از نظرات و دیدگاه های همه مشتاقانه استقبال می کنیم. اما آن کسی که نقادانه تفکر می کند و در نهایت تصمیم می گیرد، خود ما هستیم و استقلال رأی یعنی همین. نکته دیگر این که ما در خودشناسی فقط به دنبال کسب آرامش نیستیم. اگرچه آرامش و شادی در زندگی اهمیت زیادی دارند، ولی بدون آگاهی و خردمندی نیل به شادی پایدار امکان پذیر نیست. خودشناسی از آگاهی، خردمندی و بینش نو
استفاده می کند تا امکان شادمانی و آرامش را برای ما فراهم کند. چنان که گفتیم، اگر وجود خودمان را به یک خانه تشبیه کنیم، افکار و باورهای ما مانند فونداسیونی است که احساساتمان بر آن بنا شده است. داشتن افکار ساخته شده و سنجیده به آرامش و استحکام وجود ما کمک می کند. بخش مربوط به افکار و باورهای انسان همان فلسفه زندگی است که در خودشناسی بحثی محوری است و احساسات و عواطف با علم روانشناسی مرتبط است. پس برای پرورش عواطف باید تفکر را پروراند و اندیشه را پالایش کرد. برای مثال، یکی از رنج‌هایی که ما تحمل می‌کنیم اهمیت دادن بیش از حد به پسند و قضاوت مردم است. یعنی به ما این گونه تلقین شده است که این دیگران هستند که ارزش ما را تعیین می‌کنند. آنها باید رأی بدهند که کار ما درست یا غلط بوده است. اگر دیگران به ما بی‌توجهی یا بی‌مهری کنند، معنایش این است که ما انسان ارزشمندی نیستیم. و برعکس، اگر ما را دوست بدارند و به ما احترام بگذارند، یعنی ما انسان ارزشمند و خوبی هستیم. این طرز فکر اگر در ذهن انسان نهادینه شده باشد، می تواند برای او رنج‌های فراوانی به همراه بیاورد که کمترین آن وابستگی به پسند دیگران و ترسیدن از سرزنش یا کم محلی آنهاست. ما باید بنشینیم و این باوری را که به ما تلقین شده است باز کنیم. از خودمان بپرسیم، آیا واقعا دیگران هستند که تعیین می کنند کار من خوب است یا بد؟ آیا ارزش، حد و جایگاه من را این و آن مشخص می کنند؟ یا این خودم هستم که تصمیم میگیرم؟ به طور کلی، معیار زندگی پسند دیگران است یا این عقل سلیم است که باید راه را روشن کنه؟ تا زمانی که حس ارزشمندی خودمان را به دست دیگران بسپاریم، کاملا طبیعی است که به تحسین و تأیید مردم وابسته باشیم و با هر اخم یا انتقادی خشمگین و افسرده شویم. یعنی ما سررشته احساس شادی، آرامش و ارزشمندی خود را به دیگران سپرده‌ایم. در چنین وضعیتی طبیعی است که باید دائما در پی کسب خوشایند این و آن باشیم. برای مثال، خانه‌مان را عوض کنیم، مدرک تحصیلی‌مان را بالاتر ببریم، چهره‌مان را تغییر بدهیم، برای شغل، مسکن، ازدواج و هر چیزی تصمیم‌هایی بگیریم که بتوانیم تحسین دیگران را دریافت کنیم. به عبارت دیگر، زندگی خودمان را قربانی خوشایند این و آن کنیم. یک مثال دیگر از ارتباط بین طرز فکر ما با عواطف و احساساتمان، پیش‌فرض‌ها و تصوراتی است که بسیاری از ما داریم و برایمان مبهم و ناشناخته مانده است، زیرا هرگز آنها را تحلیل نکرده‌ایم، بلکه آنها از بیرون به ما تلقین شده‌اند. ما با این باورها زندگی می‌کنیم بدون اینکه متوجه باشیم که این باور یا تصور متعلق به ما نیست و هیچ وقت آن را خودمان انتخاب نکرده‌ایم. مثلا برخی افراد تصور می کنند که همیشه باید یک موجود ایدئال باشد و هیچ وقت نباید هیچ اشتباهی مرتکب شود. این آدم ها در راه این طرز فکر ایدئالی
فشارهای طاقت فرسایی را تحمل می کند. با کوچکترین خطایی خودشان را سرزنش می کند و خود را مسئول چیزهایی می دانند که مسئولیتش با آنها نیست و همیشه می خواهند برترین فرد باشند. بنابراین طبیعی است که سرخورده می شود، چون غیر ممکن است که کسی فاقد اشتباه و ایدئال باشد. هیچ انسان بی نقصی وجود ندارد و اساساً اشتباه کردن بخشی از فرایند رشد و یادگیری انسان است. در آموزش این را خطای سیستماتیک می نامند و می گویند هیچ یادگیری وجود ندارد که با اشتباه و خطا همراه نباشد و کسی که اصلا خطا نمی کند در واقع کسی است که فعالیتی نمی کند. وقتی ما این نوع تصور غلط را نشناسیم، ممکن است به ورطه بی‌نقص‌گرایی یا پرفکشنیسم دچار شویم. این طرز فکر غلط می تواند رنج‌های روحی، عاطفی و عملی بسیاری ایجاد کند. در واقع ما در جهانی از باورها و طرز فکر خودمان زندگی می‌کنیم و هر رفتار و حالت عاطفی ما به یکی از باورها و افکارمان برمی‌گردد. بنابراین اگر بخواهیم به رشد و شکوفایی برسیم، ضروری است که یک خانه تکانی فکری انجام بدهیم و زیربنای خانه خودمان را بازسازی کنیم. یعنی ذهن و افکار خود را پالایش کنیم و خود را از تضاد و فشار باورهای تلقینی و تحمیلی رها کنیم.